فرماندار شهرستان ممسنی در باره جزئیات بازداشت دکتر فروغ رزمجویی میگوید ساعت 16 روز یکشنبه همین چند روز پیش بیماری به علت ضربه چاقو به قفسه سینه‌اش به بیمارستان ممسنی منتقل می شود که در پی تماس با دکتر رزمجویی جراح بیمارستان وی بر بالین بیمار حاضر و اقدامات درمانی لازم را انجام می دهد. رزمجویی پس از آن در ایستگاه پرستاری مشغول نوشتن پرونده بیمار بوده است که بازپرس پرونده وارد اورژانس می شود و اظهار می کند بیمار بدحال است و جراح باید بالای سر بیمار باشد که جراح مربوطه به وی اطمینان می دهد اقدامات لازم برای این بیمار انجام شده است. اما توضیحات دکتر رزمجویی وی یعنی بازپرس پرونده را قانع نمی کند و این پزشک از بازپرس می خواهد در امور درمان بیمار دخالت نکند. عدم اجرای دستور بازپرس توسط جراح سبب می شود وی فرمان بازداشت دکتر رزمجویی را صادر کند و تنها جراح این شهرستان یعنی ممسنی در مقابل دیدگان بیماران و پرسنل بیمارستان به بازداشتگاه منتقل می شود. بعد از چند ساعت هم آزاد میشه آخر شب. بعد وقتی پزشکای ممسنی و شیراز و دانشگاه پزشکی شیراز اعتراض میکنن و قضیه بالا میگیره، حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میاد توضیح میده. بین این بازپرس پرونده و افسر نیروی انتظامی هم که در اونجا حضور داشته با اون پزشک معالج صحبت‌های رد و بدل میشه. دقیقاً چه چیزی رد و بدل میشه؟ اون چیزی که الان داره تحقیق میشه. به کلانتری مربوطه گفته میشه که این خانم دکتر را با مأمورین زنی که همراه دارید هدایت کنید به کلانتری، توضیح بخواید که این موضوع چی بوده. خب البته در خیلی از رسانه ها دیدم که مطرح شدن که این خانم بازداشت شده. این حرف صحت نداره. ایشون به مأمور توسط مأمور زن کلانتری برده میشه. حالا اونجا باز توی اون پارکینگ چه مسائلی بین مأمورین و بین اون خانم دکتر رد و بدل میشه، استنکافی بوده نبوده، اینا بحثای بعدی هستش. اجمالا میگن که بهشون دستبند میزنن. ایشون وقتی استنکاف میکنه برای رفتن به کلانتری، ما هم تصدیق میکنیم، بنده هم تصدیق میکنم، در عین حالی که مأمورین کلانتری وظایفی دارند. مأمورین کلانتری اگر کسی خوب استنکافی بکنه و شناب بکنه به هر طرف دستور قضایی داشته باشن، حسب وظیفه اقدام میکنه. اما شاید میشده به طریق دیگری عمل بکنن و دستبند هم نزنن. بر توسط رئیس کل دادگستری استان به محضی که مطلع میشن پیگیری میشه و خانم هم به دادسرا میان و با یک به اصطلاح صحبتی که اونجا میشه با یک وجه التزامی آزاد میشن، یعنی مرخص میشن در واقع. با وجه التزام آزاد میشن یعنی مرخص میشن در واقع. چرا باید دروغ بگیم به مردم؟ واقعا بازداشت نشده، پس چرا بردینش دادسرا به گفته خودتون؟ بعد چرا ازش وجه التزام گرفتین؟ یعنی وثیقه، یعنی براش قرار صادر کردین. برای آدمی که بازداشت نشده که قرار صادر نمی کنن که. ببینیم بعد از این صحبت‌های اژه‌ای از یکی از وکلای سرشناس دادگستری در ایران که همه میشناسنش ولی بهتر من اسمشون نگم که یقشون نگیرن، پرسیدم واقعا این حرفای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درسته؟ اینا حقیقت رو داره میگه آقای اژه‌ای. ایشون برام نامه نوشته قاضی وقتی که دلایلی علیه کسی در پرونده مشاهده میکند و به این نتیجه میرسد که یکی از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی را آن شخص مرتکب شده برایش قرار صادر می کند که یکی از قرارها تودیع وجه التزام است و اگر فرد مذکور این وجه التزام را نداشته باشد زندانی می شود. خب تنها جراح ممسنی رو بازداشت می کنین، بعدم می برینش دادسرا، ازش وجه التزام می گیرین که اگر نمی پرداخت باید بیرفت زندان. برای چی؟ جرمش چیه؟ اینو که قوه قضاییه نمیگه هیچی، به دروغ هم میگه بازداشت نشده. ببینین خود دکتر رزمجویی چه میگه. به منم گفتن که تو حق نداری توهین کنی،
دست وقت فکر کنم حدود 7 اینا بود پاسرت 10 تو من بازداشتگاه خودشون بودیم تو این فاصله دیگه مادرم هم دیده بود از دور که من بردم با بچه اومده بودن اونجا بچه گیری کرد و اوردنش پیش من هم دقیقه تو بقیر من نشسته بود مادرم گفتن که دیگه نمیشه بچه اینجا بمونه ایشون بچه رو مادر بوده و درم بیرون بچه هم داشت انداخته بود گردن من که من نمیدارم خواهد شما من باشم بعد من هم بچه هم گرفتم تو بقیر هم گفتن که من بچه هم ببریم من نمیتونم این بچه روانی میشه توی این سه سالش دفت مادرش رو من آوردیم اینجا با این وضعیت و من میخوام برم نمیم چی کار کردم که حق ندارم بچه هم برم میخوام کنم نمیشه بعد این بچه هم بکشم برم من گرفتمش ممکن بعد خانم افتاد سر من و بچه من و بچه رو میکشه در میزد تو سر من خانم سلیمانی؟ در سیدم جایی خیلی که من زده هست بعد مادرم اومد از من دفاع کنه خانم هم کشید اقل مادرم هم زده بعد که دیگه مادرم کشته انداختم اونور دوستا تا سیلی زد تو صورت من لا لا